با چه شوقی باید صبح از خواب گران دیده گشود. آقای تبزدلی درود بر شما. خب آقای تبرزدی خسته نباشید، میدونم دیشب تقریبا، یعنی دیشب ما، ولی شما از صبح زود تا همکنون مشغول گفتگو بودید و رایزنی بودید و این یه تحلیلی به ما بدید این صحنه ها. آقای تبرزدی حکومت چجوری میشه روش بشه اصلا با این صحنه ها حرف بزنه؟ چی میخواد به جواب این مردم بده؟ چه اتفاقی افتاده؟ بفهمید. خب اول اجازه بدید من کشته شدن دو تن از هممیهنان اصفهانی، یک بانو و یک جوان رو، بله، که اینها متاسفانه در همین تیراندازی های ساچمه‌ای و ضرب و شتم هایی که نیروهای سرکوب انجام دادن جان خودشون رو از دست دادن و این برای ما بسیار بسیار سنگینه. جان اونها جان ماست و اگر بخواهیم از کنار این مسئله راحت بگذریم که انهو به انسانیت و به خودمون جفا کردیم. خب این یک نکته. نکته بعد این هستش که آقای همایون، من سپاسگزاری میکنم از حضرت عالی و همکارانتون در کانال وان که به عنوان یک برنامه مبارزاتی به مسئله جنبش در اصفهان نگاه کردید از چندین روز پیش و نه فقط از دیشب و امروز، و این بسیار بسیار جای سپاس داره. من میدونم که هممیهنانمون میبینن این برنامه ها رو و تقویت میشن، در واقع انرژی میگیرن و حتی دیدم که خوشبختانه اثرگذاره. نکته سوم این هست که خب ما شب گذشته که با هم صحبت میکردیم اصلا نمیدونستیم قرار امروز چه اتفاقی بیفته. خب من باز حدس میزدم که شهروندان اصفهانی بیان، اما به هیچ عنوان چنین جمعیتی رو باور نمی کردم در شرایط جدید بیاد، به دلیل اینکه همان گونه که دیشب گفتم صحنه مواجهه عوض شده بود. رژیم جمهوری اسلامی با یورش شبانه به چادر کشاورزها و آتش زدن اون صحنه رو عوض کرد، یعنی گفتش که هر کسی که بیاد در اصل با ما روبرو خواهد بود. ما این رو فهمیدیم. اما حضور مردم اصفهان حماسه ساز بود، بدون اینکه من بخوام مبالغه گویی کرده باشم. واقع بینانه اگر بگویم طی سالیان گذشته ما چنین چیزی رو نداشتیم. اینکه هفته پیش جمعیت بالغ بر 10,000 تن، حالا به قول آقای نیکبخت بیش از 1,000,000 تن آمدن و خون از دماغ کسی نیامد و رژیم برای اینکه در هفته بعد نیایند چنان بازی رو انداخت، اما باز آمدن. این همون چیزی بود که در اصل من دیشب گفتم اگر اتفاق بیفته خیلی مسائل پیامد اون خواهد بود که اتفاق افتاد. این هم نکته دوم. سوم، نکته چهارم، خب مردمی با دست خالی با مسالمت مدنی آمدن کف رودخونه‌ای که خوش شده، نه ساختمانی، نه شیشه‌ای، نه بانکی، نه هیچ چیز نیست. و پیش از این که مردم وارد بشن یگانهای ویژه و نیروهای بسیج رو اونجا در واقع کاشته و آماده برخورد با مردم هستند. و دیگه رژیم جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نمیتونه ادعا کنه که نمیدونم اینا اراض لوباش بودن، اینها آشوبگر بودن، کما اینکه در تلویزیون
استان اصفهان امروز مجبور شدن گزارشی بدن، البته ناقص، اما در هر حال ترسیدن بگن اینها مثلا آشوبگر بودن. گفتن اینا کشاورز نبودن. حالا من نمیدونم اینا رو مردم چجوری میرن تشخیص میدن که این کشاورزه اون کشاورز نیست، و یا اساسا چرا فقط کشاورز باید باشه که بیاد؟ خب مردم اصفهان و بلکه مردم ایران همه باید بیان. که تو این مسئله مردم ایران من یک نکته خواهم گفت بخشای بعدی، اما مردم رو این گونه مورد حمله و هجوم قرار دادن با تفنگ‌های ساچمه‌ای، با گاز اشک آور، و عده ای رو مجروح کردن و تا کنون هم دو تن رو مطمئنیم که اینها در واقع به شهادت رسوندن باید بگیم. خب ولی نکته پنجمی که من باید بگم اینه که مردم اصفهان مقاومت جانانه ای نشون دادن از خودشون. خب گزارش ها و اخبار رو ما دائم داشتیم رصد می کردیم، از جمله این که امروز بستن راههایی که از روستاها و از مناطقی که کشاورزها بودن قرار بود بیان اصفهان، جلوی همه اینها رو گرفتن و نذاشتن که بیان. اینا رو میدونیم. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که مردم اصفهان پایداری کردن و اونها که نمیخواستن وارد در واقع جنگ و گریز بشن، اما ناچار شدن دفاع مشروع کردن از خودشون. خیلی از خیابون‌ها مردم بودن، سر پل‌ها مردم بودن، در خود زایندرود همطور که همه آگاهیم بودن، و رژیم با این کاری که کرد و مهمتر از همه این که نتونست مردم رو شکست بده. خب حالا مثلا قبلا پیش می اومد در یک شهری، حتی تهران، نمیدونم شیراز، هر جای دیگه تظاهرات می شد دیمای 96، آبان 98، ولی رژیم موفق می شد که در اون شهر مشخص اون روز جنبش رو سرکوب کنه و تمامش کنه. ولی امروز نتونست. اصفهان و مناطق اطراف اصفهان تا شرق توی مبارزه بودن و ادامه داره، و به تعبیر دوستان مبارزات مردم اصفهان که مدنی هست، دفاعشون از مشروع، وقتی خب اون پوتی اون باتوم میزنه، اینم باتوم از دستش میگیره میزنه به خودش، این حق طبیعی شهروندان هست. بنابراین این مبارزات ادامه داره، به مناطق دیگه کشونده شده، و به تعبیر درست دوستان اصفهان اینک وارد اطلاع انقلابی شده. یعنی شرایطی که رژیم میخواست مردم برن توی خونه، رژیم میخواست مردم رو بترسونه، اما مردم نرفتن توی خونه ها و نتونست مردم رو بترسونه، و این صحنه هایی که امروز ما دیدیم طی چند دهه گذشته بی نظیر بود. جوان ها می اومدن و می گفتن نترسید و نمی ترسیدن. به هر حال این کاریش که رژیم جمهوری اسلامی داره می کنه و داره با سرنوشت خودش بازی می کنه، یعنی با موجودیت خودش داره بازی می کنه. برای اینکه در اصفهان یک گروه نبودن، مثلا بگیم یک گروه دانشجویی، یک حزب سیاسی نیست، حتی یک صنف نیست. آنچه که در اصفهان امروز اتفاق افتاد، مواجهه رژیم با همه مردم اصفهان بود، با توده های مردم بود، و این یعنی آغاز یک انقلاب. بله جناب توزیدی، به درستی تحلیل کاملا درستی بود، و من واقعا باور نمیتونم بکنم یک نظامی که ادعای عرضم به حضورتون که حمایت از مستضعفان رو داره، این کشاورزان بیان اونجا و یه خواسته بر حق مطالب، به جای اینکه این رژیم یه هیئتی رو مأمور کنه بفرسته بره اونجا بشینه صحبت کنن، بررسی کنن، با نماینده کشاورزا از چهارمحال بختیاری در صدا کنن، نمیه ده از اینا همه بشینن توی مجلسی بگن خب آقا این مشکل آبه چجوری حل کنیم، مملکت هممونه، بیاد وایسی همچین برخوردی بکنه،
اینجا یه جور چهار محال وقتی من به شما بگم آقای طبرزدی، اتفاقی که تو اصفهان افتاد شمارش معکوس رفتن این رژیمه، تردید نکنید. برای اینکه اولا یک، مردم اصفهان ویژگی های خاصی دارن. دو، نکته ای که شما فرمودید که بسیار حائز اهمیته، این قیام مردم یک نوع عمومیت داشت. یعنی سال 88 شما اگر نگاه کنید یه طبقه انتلکتوئل تحصیل کرده سیاسی اونجور بودن، تظاهرات های دیگه معمولا مثلا دانشجوها هستن، کارگرها هستن، معلمان. این قیام قیام همه مردم بود، کارگر بود، کشاورز بود، معلم بود، دانشجو بود، همونجور که به درستی شما فرمودید همه مردم بودن. و آتش زدن ارزم بزرگتون که بنرهای آقای خامنه ای در جاهای مختلف شهر که اتفاق افتاد. و بعد یادمون نره خانم آقایون، درسته که این مأموران شستشوی مغزی میشن، به اینها گفته میشه که بله اینها مشت خرابکار هستن، عرازلن، اوباشن، فلانن، ولی اینا دو روز بیان توی خیابون و دو روز مردم اینها رو با انگشت نشون بدن و بگوین، نمیدونم اون واژه‌ای که به کار میبرن که من دوست ندارم اینجا بگم، اینا از نظر روحی قابلیت مقابلشون رو از دست میدن. و این نکته‌ای که باز جناب طبرزدی به درستی در فرمایشات دیروزشون بهش اشاره کردن، موضوع کنترل خشمه. یعنی ما الان به عنوان اپوزیسیون نباید دنبال ایجاد خشم باشیم، باید دنبال موضوع کنترل خشم باشیم. خشمه به وجود اومده، بیشتر از اندازه هم به وجود اومده، خیلی هم در ابعاد گسترده و ما الان باید به فکر کنترل خشم باشیم. خب آقای طبرزدی، شما فکر میکنید این اعتراض به شهرهای دیگه هم سرایت میکنه؟ چون ببین حکومت یه تعداد محدودی از این لباس سیاه‌ها داره که اینا رو هم هم میبره این ور میاره اون ور، از اینجا میبره، از خوزستان میاره به اصفهان. اینجوری نیست که هر شهری برای خودش یه همچین تشکیلاتی داشته باشه، اصلا به این میزان نیرو نداره. و این اگر این ماجرا به شهرهای دیگه گسترش پیدا بکنه، قطعا یک وضعیت تازه‌ای پیش خواهد اومد. نظر از تالی چیه؟ خب بله، ببینید سه تا نکته رو من عرض کنم. اولا اینکه فرمودید تعجب میکنید چرا اینا نمیشینن یا ننشستن به شکل این مسئله رو حل و فصل کنن، این صورت مسئله است که من و حضرت عالی میبینیم. یعنی ما چون مسائل رو خیلی راحت میبینیم، پشت اون رو در نظر نمیگیریم، میگیم خیلی خوب کاری نداره دیگه، شما میشستید با هم صحبت میکردید، یه بخش آبم میوردی زاینده رود، این همه علیه خودتون جریانات اتفاق نمیافتاد. ولی مسئله همون مافیای آبه. اینا آب رو اومدن تقسیم بندی کردن، فروختن به جاهای مختلف، پول گرفتن. این یک نکته که مسئله رو پیچیده میکنه و همشون هم در قدرت، هم سپاه و نمیدونم جاهای دیگه. نکته بعدی این هستش که اینها چون راه رو اشتباه رفتن، یعنی طی 20 سال گذشته یه مسیر اشتباهی رو رفتن که به اینجا رسوندن. فرض کن حالا رفتن نشستن به این نتیجه رسیدن که زاینده رود را آب بیندازن، مطمئن باشید از جاهای دیگه مجبورم بزنن که این در واقع اعتراضات منتقل میشه به اونجا. اینا خودشون میفهمن یه کاری کردن که دست بهش بزنن، مثل دومینو همه اینها خواهند ریخت. این نکته بعدی. و اما در مورد خشم، تا زمانی که شما وارد درگیری نشدی، همونطوری که ما تا دیشب داشتیم،
من دیشب عرض کردم نحوه مواجهه مردم اصفهان فردا در صحنه رو خودشون باید تعیین کنن، برای که ما اصلا نمیتونستیم حرفی بزنیم. ما تنها چیزی که تأکیدمون بود حضور مردم بود و بعد هم اینی که ما راه مسالمت آمیز رو بریم که رفتیم خوشبختانه. اما زمانی که نیروی مقابل اساسا همه قواعد و قوانین رو زیر پا میگذاره و از زور و قدرت سوء استفاده میکنه، اونجا دیگه مردم عصبانی میشن و مردم اصفهان امروز عصبانی شدن و الان عصبانی هم. مگر اینکه رژیم اعلام کنه فردا آب رو انداخت به زاینده رود، یک مقداری دردها و زخمهای این جوانها و این کشاورزها التیام پیدا کنه، وگرنه این خشم خشم مقدسه. الان این خشم خشم مقدسه و باید جوانان و مردم این خشم مقدس رو حفظ کنن برای اینکه به خواستهاشون برسن. مردم نه تنها به خواستهاشون نرسیدن، بلکه کشته دادن، زخمی دادن، کتک خوردن، هزینه دادن و رژیم اونها رو زیر پای خودش خواستهاشون رو له کرد. تازه بهشون تهمت هم زد، گفت اینا اراذل اوباش بودن اومدن توی چادرها و چادرها رو برهم زدن. این هم نکته دیگری بود که من باید عرض می کردم. و اما در مورد تداوم این حرکت و نقش سایر شهرها، خب این حرکت ادامه پیدا خواهد کرد، همطور که شما هم فرمودید و تحلیل ما هم هست. این حرکتی نیستش که بتونن خاموشش کنن، حتی اگر موفق بشن دو روز سه روز این آدینه های خشم، این آدینه های اعتراض، حالا بگیم آدینه های اعتراض هاورجاست، دو تاش برگزار شده و ادامه خواهد داشت، برای اینکه تا مردم به خواسته هاشون نرسن. خب بفرمایید، یک زاینده رود خشک رو برای مردم گذاشتن، پر از نیروی سرکوبگر کردن و این یعنی همه جور توهین به ملت، تحقیر کردن خواسته های ملت. من نمیدونم چی باید اسمش رو بگذاریم. اما نکته بسیار مهمی که وجود داره جناب آقای همایون، که من لازمه بگم امروز عصر اتفاقا جبهه دموکراتیک ایران، شورای رهبری جبهه دموکراتیک ایران بیانیه ای داد و در اون بیانیه از مردم ایران و شهرهای دیگه درخواست کرد که به پا خیزن به پشتیبانی اصفهان. خب من اینجا میخوام یک نکته رو صریح بگم. ما توی این شهرهای بزرگ و کوچک این همه جوان داریم، این همه انسانهای مبارز داریم، این همه انسانهای شریف داریم. یعنی ما تهرانی ها یا نمیدونم خوزستانی ها یا زنجانی ها یا سنندجی ها یا کرمان شاهی ها، ما نمیتونستیم امشب حداقل حداقل بیان روی پشت بام هامون و به نفع اصفهانی ها شعار بدیم؟ خب این چه؟ خب این جوان ها کجا؟ 10 تا 20 تا جوان، 10 تا 20 تا جوان اگر صدای من رو میشنوید که میشنوید، در هر شهری که هستید، خیلیاتون با خود من تماس دارید و همواره پیشنهاد میدید برای مبارزات، جمع بشید 10 تا 20 تا از شما در شب تاریک شعار بدید. این که دیگه کاری نداره که، آسمان و فضای ایران رو مملو کنید از شعارهای حمایت از اصفهان. نگذاریم ما یک شهری تنها بمونه و نیروهای سرکوب را از این شهر به اون شهر بردارن ببرن، کما اینکه امروز از تهران بردن به اصفهان و فیلمهاش هم منتشر شد. یکی از مشکلاتی که الان ما داریم، جوانان ما دارن، میدونم متشکل نیستید، میدونم برای این کار سازماندهی نیازه، ولی الان از طریق این رسانه شما دارید میشنوید، هر شهری 5 تا از شما هم که پای کار باشید و بشنوید کافیه، با هم قرار بگذارید. ما نمیگیم حالا بریزید تو خیابون، که اونم اگر بریزید کار بزرگی نیست، وظیفه است، اما حداقل این هستش که از تاریکی شب استفاده بشه، بر پشت بام ها شعار داده بشه به نفع اصفهان و ما این حرکت رو ادامه بدیم. نگذاریم مثل خوزستان بلند شد، متاسفانه همه نشستیم،
خوزستانی ها رو زدن و کشتن و بعدم گفتن تمام شد. نمیدونم بانه یه وقت شروع شد همه نشستیم تماشا کردیم، الان اصفهان شروع میشه. اون بخت چهارمال و بختیاری، لرستان، خوزستان، فارس، اینا همه همجوارن، همه هم مشکل آب دارن، همه هم مشکل اساسیمون رژیمه. تو شعارها معلوم شده که رژیم نه مشروعیت داره، نه کارآمدی داره، نه دلسوزی داره، مملکت رو به اینجا رسونده. لذا من میخوام از این فرصت استفاده کنم از اپوزیسیون ها. خب این همه رسانه دارید، این همه نمیدونم امکانات دارید، همه این رسانه ها رو فقط نذارید برای تحلیل و گزارش خبر. روز شب کار این شده که خب چه خبر شد، خبر چیه، حالا گزارش فلان چیکار کرد، برجام چیکار کرد، نمیدونم بورکینافاسو چه اتفاقی افتاد. این چه کاریه؟ شما که امکانات دارید، رسانه دارید، همه هم خوشبختانه رسانه دارید، بیایید روی این مسئله اتفاق نظر کنید، همینطوری که الان این برنامه کانال وان آقای همایون داره انجام میده. من نمیگم حالا چون من میام تو برنامه اینو میگم، نه، این برنامه است. شما هم اگر برنامه دارید بیایید ارائه بدید برای پشتیبانی از اصفهان، از این رسانه ها استفاده بشه. کمترین و کوچکترین کاری که امشب ما میتونستیم بکنیم این بود که بیایم روی پشت همون به نفع اصفهان. نمیخوایم هم بگیم مرد بر این، نمیم زنده باد مرده باد، نه، اصلا همین فریاد بزنیم اصفهان زنده باد زاینده رود زنده باد کافیه. ولی ما متاسفانه رسانه هامون، حزب هامون و نیز بخشی از جوان هامون، حالا جوان ها من میدونم باید برنامه بهشون بدید، باید سازمان بدید، خیلی خوب، این حزب ها و این اپوزیسیون ها و این رسانه ها این پیشنهادی که الان من دارم اینجا میدم رو یکی دیگه بیارن توی برنامه دیگه، نه به اسم کانال وان تموم بشه، نه اسم تبرزدی. ولی اگر فکر میکنید کمترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم، انجام بدید. از مردم دعوت کنید، بگید حداقل اینه که شبانه بیایید توی این شهرک ها، توی این، ما پیشنهاد دادیم به جنبش دانشجوی، الان دانشجوها برگشتن توی این خوابگاه هستن، تکونی بخورید. آقا جوون امروز اصفهان رفته اینجوری شجاعانه ایستاده که من وقتی که نگاه میکردم به هیجان میامدم که اینا اصلا انگار نه انگار در مقابل نیروی گشتاپوی علی خامنه ای قرار گرفتن، میگفتن نه ترسید و وای میستادن و شوربختانه خب کشتم دادن. بنابراین کمترین کاری که ما ملت ایران به ویژه رسانه ها، احزاب و اونایی که تریبون دارن، کمترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم این بود که مردم شبانه بیاید شعار بدید. ما یک ملتی هستیم تنها، برای اینکه ابرقدرت ها مثل روسیه و چین یا دستشون تو جمهوری اسلامی دارن جمهوری ایران رو میقاپن، یا آمریکایی ها هستن که برای منافعشون دارن با اینا مذاکره میکنن، اونا که نمیان صدای ما رو بازتاب بدن. کما اینکه امروز نگاه کردید دیدید که کمترین بازتاب رو داشت این سرکوب شدید و عمومی در شهر اصفهان، اگرچه بعضی جا پرداختن. اینه که ما خودمون باید عمل کنیم. من میخوام استدعا کنم از رسانه های قدر، از اپوزیسیون ها، از شخصیت هایی که موجهند و من میدونم طرفداران زیادی دارن، اگر این پیشنهادی که از طریق این رسانه داره ارائه میشه که ما دعوت کنیم شبانه مردم بیان روی پشتبون ها در این شهرک ها، در این مجتمع ها، در این مکان هایی که تجمع هست و به نفع اصفهان، اصفهان زنده باد، زاینده رود زنده باد، چیز خاصی هم نمیخوام بگیم، ازتون استدعا میکنم همت کنید، الان زمانش هست، فردا دیره. امروز همه اصفهان توی مبارزه بوده، زن چادری، زن بیچادر، بچه بزرگ، همه بودن، کتک خوردن، این همه از اینه دادن، ما نشستیم فقط تماشا میکنیم، گزارش میدیم و اخبار میدیم. خب این که فایده نداره، فراخوان بدیم، دعوت کنیم، همبستگی و اتحاد برای امروزه. اگر من که عمرم رو کردم زنده بمونم که به این لطمه نخوره، اما اون جوان اصفهانی کشته بشه که کشته شد، ای اوف بر من. خب این چه اسمی من میتونم روی خودم بذارم؟ اسم انسانم، ایرانیم، آزادی خواهم، مبارزم، سیاسیم، من چیم؟ من در برابر اون بانو که افتاده بود بر زمین و اون جوانی که افتاده بود بر زمین احساس شرمندگی میکنم، خودم رو کوچیک میبینم و این
بلایی است که افتاده در جون ما اپوزیسیون ها، ما رسانه ها و متاسفانه بخشی از جوان های ما. امروز انتظار بود که پشت اصفهان رو ما بگیریم اما نگرفت. همین الان که آقای تبرزدی داشتن، آقای تبرزدی دو سه تا مطلب خیلی مهم تو این دو سه روزه به نظر من مطرح کردن که جای خیلی تأمل داره. دیشب به وقت ما صبح ایران، آقای تبرزدی وقتی که این شروع شده بود این اتفاقات، خب مرتبا دوستان ما، کسانی که واقعا خبرنگارای میدانی ما، داشتن این کلیپ ها رو میفرستادن، من همه رسانه ها رو چک میکردم تا ساعت ها، یک دونه خبر از اینا نبود. یعنی اصلا آخه مگه میشه شما فکر بکنید رسانه هایی که با یک سرمایه گذاری های اینجوری، بعد به حرف شما رسیدم که اینها در لحظه‌ای که لازمه نیستن و بعد از چند ساعت اون خبر یالا موضوع دیگه منتفیه دیگه، حالا هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته. و واقعا فرمایشتون درسته، ما باید یه چیزی رو بدونیم مردم، ما ملت بی کسی هستیم، ما خیلی یتیمیم. میدونی علتش چیه؟ علتش اینه که ثروتمندیم و این ثروته باعث دردسرمون شده. دیدید یه پدر مادری وقتی فوت میکنن یه ارث گنده بر بچه میذارن، بچه ها دایی پیدا میکنن، خاله پیدا میکنن، عمو پیدا میکنن، اگه سرمایه نذارن این بچه ها خودشون میدونن خودشون دیگه جور باید بزرگ شن. ولی وقتی یه ثروتی از بابا ننه به ارث رسیده، عموها و خاله ها و عمو به همه میخوان برای این بچه ها پدر مادری کنن. الان ما هم درست همین وضعیت رو داریم، انگلیس و روس و امریکا و عربستان و اینا همه بالا سر این ثروت هر جوری میخوان یه جوری یه تیکه از ما بکنن دیگه، و ما میشیم اینی که ملاحظه میفهمید متاسفانه. خب نکته ای که مهمه آقای تبرزدی، واقعا خب من طی این سالهای گذشته مرتب به مردم گفتم، بازم تکرار میکنم، ما یک رهبری منسجم مورد تأیید و دارای پایگاه میخواهیم که مردم به حرفشون گوش بدن، و این عمدتاً باید داخل ایران باشه. من تو حرف بزنم میگم آقا خارج از گود نشستی میگی لنگش کن، حقم دارم، راستم میگم. من کجا میتونم، واقعا یه صحنه دیدم الان، یه پیرمرد پیرزنی با موتورسیکلت یگان ویژه زده بودن بهشون، دلم کباب شد، ولی نمیشه، اون درده رو من نمیتونم حس کنم، درده باید وارد بشه تا بتونم حس کنم. به هر حال باید عمدتا در ایران باشه، هیچ تعارف هم نداریم و ما باید کمک دهنده باشیم، کمک بکنیم و این کارم میکنیم. دو سه تا موضوع هست، یکی اینی که واقعا این شرایط چجوری میشه تغییر کنه، آیا مردم به خیابان بیان بریزن بگیرن ببندن؟ من به شما بگم اگه مردم اصفهان یک رهبری داشتن و یک سیستم انتقال پیام داشتن که به همشون منتقل میشد، اینا میتونستن اصفهان رو اشغال کنن. قول بهتون میدم نیروهای نظامی هم بهشون کمک میکردن، هیچ کم نمیتونست کارش بکنه. ولی خب این مستلزمه این میشه که شما یه رسانه داره پایگاه و یک قدرت رهبری داشته باشید. باید تلاش بکنیم، به دو دلیل باید تلاش کنیم. قبلنا به یه دلیل باید تلاش میکردیم، قبلنا یه دلیل داشت آقای تبرزدی، باید تلاش میکردیم که اوضاع تغییر کنه، ما باید هممون دست به دست هم میدادیم اوضاع تغییر کن. الان این دلیل وجود داره، یه دلیل دیگه هم وجود داره. آی 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 خیلی مهمه، اگر نجنبید مردم، من مرده شماها زنده. ببینید دو تا اتفاق، اگر نجنبید
این حکومت به سلطنت خودش ادامه بده، ایران تجزیه و نابود شده و هر کسی یه تیکشو میبره. اما اگر نجنبید برای ایجاد یک قدرت پیام رسانی و شورای منسجم رهبری، ممکنه که این خشمه رو نشه کنترلش کرد که اونم با مصیبت ها داره. پس الان دو تا دلیل دارید که باید بجنبید، به مسئولیت خودتون عمل کنید. آقا این بی تفاوت، همونجور که گفت آقا بالا پشتمون میرفتی دو تا داد میزدی، یه سیلی تو گوش خودت میزدی، یه کاری بکن. آقا داریم میبینی مملکت نابود میشه. آقا این صحنه که شما دیدید صحنه جنگ عرب اسرائیل نبود، صحنه جنگ سربازان تحت امر آقای خامنه ای با ملت ایران. خود تو هم باید یه کاری بکنی، حالا چه داخل کشور باشی چه خارج از کشور باشی، به اندازه خودت، به سهم خودت یه جایی گوشه یه کاری رو بری بگیری، یه خبری رو برسونی، یه حرفی بزنی، یه تأییدی بکنی. من نظرم اینه جناب آقای طبرزدی، بفهمید خواهش میکنم. بله همینطوره. ضمن اینکه یه زمان میگفتیم که باید نیروی رهبری باشه، حرکت رو ایجاد کنه چنین و چنان. حالا حرکت ایجاد شده، بار اول هم نیست. طی سالیان گذشته بارها این اتفاق افتاده که مردم حرکت کردن، مردم حرکت کردن، وسط کار ما نشستیم میگیم خیلی خوب، چرا حالا که مردم اصفهان حرکت نکردن مردم تبریز حرکت نمی کنن؟ خب این همون بحثیست که ما داشتیم، که یک ارتباطی به آتوده های مردم بین به اصطلاح رهبری جمعی و یک اعتماد متقابلی وجود داشته باشه، که به گفته حضرت عالی البته نیاز به یک رسانه قدر هم هست. خب ما الان در مسیر شدنیم، یعنی حرکت ایجاد شده و این حرکت هم دیگه حرکتی نیستش که متوقف بشه، چون این مرجوع و معطوف است به مهمترین مسائل شهروندان، که یکیش آبه. آب مردم رو رژیم نمیتونه تامین کنه. چند استان الان مشکل دارن مردم، ما بارها با بارها گفته بودیم مردم را میفتن. بسیار باید خوشحال بشیم که اصفهان این گونه منظم حرکت کرده، حالت شورشی نداشته، برای که یک حرکت مبارزاتی و جنبشی و انقلابی داره، اصلا شورشی نیست. خشمشون خودشون آقای طبرزدی، خشمشون خودشون خوب کنترل کردن، واقعا خشمشون خوب کنترل کردن. سازمان یافته است اصلا خود به خود، برای اینکه پای قضیه کشاورزها بودن، خواسته ها مشخص شده، بستر حرکت مشخص شده. بسیار باید خوشحال باشیم که این حرکت این گونه را افتاده، و باید ما باید الان در مسیر شدنیم. در این مسیر شدن من دارم باز به اپوزیسیون و رسانه ها میگم، مردم هیچ گناهی ندارن، جوان ها هیچ گناهی ندارن. اگر ما تا حالا این کار رو کرده بودیم که آمادگی ایجاد کرده بودیم، الان به قول شما اصفهان، البته امروز خود مردم اصفهان هم به من میگفتن، دوستانی که ارتباط داشتن میگفتن فلانی اگر یک برنامه ریزی بود مثل آب خوردن امروز صدا و سیما رو مردم گرفته بودن، تو دسترس هم بود. حالا ما نمیخوایم بگیم حالا بریزن و بگیرن، چون مسئله این نیست که بگیریم و اینجور چیزا، مسئله اینه که به خواسته هامون برسیم. برای اینکه به خواستمون برسیم، بزرگترین شهر بعد از تهران با اون پیشینه، با اون سیاست، با اون فرهنگ حرکت کرده و این حرکتش هم به شهرهای اطراف کشیده شده. اینجا وظیفه من به عنوان یک رسانه، به عنوان یک اپوزیسیون، به عنوان کسی که میتونم با مردم ارتباط برقرار کنم، این استش که ساکت ننشینم، هم فکری کنیم، این اتحاد در عمل رو داشته باشیم. الان که قرار نیست نه کسی رئیس بشه نه کسی مرعوس بشه. الان مسئله اینه که پشت این حرکت باید ما داشته باشیم. اصفهان طی چندین روز گذشته، به ویژه 8-9 روز گذشته، به بهترین شیوه ممکن عمل کرد. چهارمحال بختیاری هم حرکت کرد. اما بقیه شهرها ما فقط تماشاچی هستیم، چون اپوزیسیونمون متفرق و تماشاچیه، چون رسانه هامون متفرق و تماشاچی و گزارش کردن.
چون نمیخوام زیر بار مسئولیت بریم. من یادم حدود 15 20 سال پیش چند تا رادیو بود و بعد هم چند تا تلویزیون ماهواره‌ای که از جمله کانال وان بود، آقای ضیاء آتابای و اینا بودن. اون زمان خیلی بهتر ما پیش می‌بردیم، برای اینکه مشخص بود در داخل کشور مثلا جنبش دانشجویی و جنبش مبارزاتی چه برنامه‌ای داره، چه کسانی سخنگویان نشستن میومدن. میدونین چرا آقای تبرزدی؟ میدونین چرا؟ میدونین چرا؟ خیلی واضح بود. بله. برای اینکه مردم پای همین رسانه ها نشسته بودن و پیام این و این رسانه ها واقعا زیاد آبای حتی در یه مقطع پارس همه اینا رسانه مبارزاتی بودن. سال 88 به بعد رژیم و همدستان بین المللیش آمدن یک ترفند به کار بردن، قربون یه شبکه درست کردن خارج از کشور، 20 ماهواره داره. شما فکرشو بکن، ما دو تا داریم شب تا صبح خوابمون نمیبره، 20 ماهواره و این 20 ماهواره داره مثلا سریال ترکی پخش میکنه، سریال ترکی. خب نه فانریزینگ میکنه نه پول جمع میکنه، خیلی ساده سالادی که تو تهران فروخته میشه آگهی میکنه، کرمی که تو تهران فروخته میشه آگهی میکنه، دولت و نظام هم میگن آقا این بده اما نیست. آخه بابا دوم خروس رو باور کنیم، یا قسم ما کافیه یه آگهی پخش بکنیم که تو تهران مثلا این جنس رو بخرین، رب و رب ما و اون صاحباگری رو یه جا خدمتمون برسن. اون وقت یه دونه تلویزیون درست کردن با سریال های ترکی، 70% زن و جوون و دختر و پسر رو نشوندن پایین سریال ها. چقدر شما دیدین کسایی که نشستن این سریال نگاه میکنن به جایی که فلان مثلا برنامه سیاسی رو نگاه کنن؟ از اون طرف جناب آقای تبرزدی، من یه سوال میکنم، این سوال من یه نفر جواب بده، چرا باید یه کسانی پیدا بشن میلیون ها دلار سرمایه گذاری بکنن رسانه برای من فارسی زبان درست بکنن بدون هیچ نه برداشت سیاسی میخوان بکنن نه تجاری، نه آگهی دارن، نه میخوان رئیس جمهور بشن، فقط یه تلویزیون سیاسی، یه تلویزیون فارسی درست کردن. این مأموریتش چیه؟ این چیکار قراره بکنه جز این که افکار بیننده و شنونده رو با رنگ و لعاب و قدرت و توانایی در اختیار بگیره و نگذارد این جوونا بشینن ببینن جنبش دانشجویی یعنی چی، تبرزدی چی کار میکنه؟ فقط به همین رو بفهمید. یه چیز دیگه هم از آقای همون، ببینید ما بدون این که بخوایم بد بگیم، ما نقد میکنیم، نقد دلسوزانه میکنیم، نیتمون اینه که تقویت بشه جریان مبارزاتی. ببینید حالا اون بخشی که شما فرمودید مربوط به یه رسانه های میشه که همطور که اشاره کردید اصلا میگن ما سیاسی نیستیم و کار خودشون و بخشی از جامعه هم جذب کردن و درست. ولی یک اتفاق دیگری افتاد تا این 20 سال گذشته. من خواهش میکنم اون رسانه هایی که این چیزا رو میشنون بعد برداشت نکنن، یه مقدار تأمل کنن این حرفی که من میزنم، یه واقعیتی است. یه اتفاق افتاد و اونم اینی که یه عده اصلاح طلب صادراتی از داخل کشور رفتند و رسانه هایی که پر مخاطب بودن بر حال سرمایه دارن اینها رو تصرف کردن، چه دولتی و چه غیر دولتی. من یادم هست زمان زندان رجای شهر که بودیم سال 91-92 یکی از دوستان اصلاح طلبم اونجا بود، زندان هم کشید، انسان شریفی هم هست. در زمان آقای خاتمی ایشون مدیر کل ارشاد بود، مسئولیت داشت، بعد جای دیگر هم گرفت فلان. ایشون خودش به من گفت من رفتم اروپا با رادیو فرانسه و آمریکا و انگلیس و همه نشستم صحبت کردم، گفتم آقا چیه این میگه تبرزدی و نمیرم منوچهر محمدی و نمیرم اینا.
بعد اونا گفته بودن خب، ایشون خودش برای من تعریف کرد، گفتن بوده بودن که خب آخه شما ها که با ما حرف نمیزنید، یعنی اصلاحات الله، تو چرا ما با شما حرف نمیزنید؟ ببینید اون خط مبارزاتی که در 18 تیر 78 آمد، شعارهای ساختار شکن داد و رژیم رو به خطر انداخت، اون خط رو تونستن کور کنن و رفتن رسانه ها رو گرفتن. الان بی بی سی که صراحتا پشت جمهوری اسلامی، چون که اصلا راجع بحثی نمی کنی. خب نتیجه این که اینها کشوندن مسائل مبارزاتی رو به سطح مبتذل. نمیدونم روحانی خوبه، احمدی نژاد بده، احمدی نژاد خوبه، خاتمی بده، خاتمی خوبه، رفسنجانی بده، اووردن تو همین بازیای درون رژیم، مردم رو سرگرم کردن. 20 میلیون رای بکش برای روحانی، 20 میلیون رای بکش برای خاتمی، 20 میلیون رای بگی احمدی نژاد، 15 میلیون بکش برای رئیسی. بازی بود که این اصلاح طلبها انجام دادن، هنوز هم ادامه دادن. بابا شما یه رسانه وقتی که دم دستته، آیا میخوای ایران آزاد بشه یا نمیخوای؟ اگر میخوای ایران آزاد باشه باید رسانه مبارزاتی بشی، یعنی تمام خطوط برنامه ریزی در قسمتهای مختلف پیکان حملت بیاد روی رژیم و برنامه ریزی و سازماندهی، توصیه های مبارزاتی بدی، فراخوان بدی. تو که تلویزیون صدای آمریکا نیستی که تا بیای حرف بزنی بگی آقا ما اجازه نداریم فراخوان اعلام کنیم، ما دولتی هستیم طبق ضوابط خودمون. حضرت عالی رسانه بخش خصوصی هستی، مبارز آزادی خواهی، من نمیگم مبارزی، ولی آنچه که اتفاق افتاد این بود که رسانه ها افتاد دست اصلاح طلب های صادراتی، اینا شدن دلال رژیم. شما نگاه کن، اینا وقتی که میخواستن روحانی رو در واقع موجهش کنن، استحاله، خط استحاله اتفاق بیفته، چون 88 مردم کشته شده بودن، به صندوق ها پشت کرده بودن، رفتن خامنه ای و اینوریا برنامه‌ریزی کردن، روحانی رو آوردن، حالا باید یه جریاناتی بیان به روحانی رأی بدن. همین اصلاح طلبایی که اومدن در تلویزیون صدای آمریکا و بی بی سی و جای دیگه نشستن، اومدن گفتن نخیر ما اصلا اهل تحریم نیستیم، ما میریم رأی میدیم، دوستان اون همه رأی دادن، باید رأی بدیم، و با افتخار هم اینو گفتن، تمام فیلماشون هم هست. اینا همونایی هستن که خط اصلاح طلب و دلالی های اونا رو انجام دادن و این رسانه ها رو گرفتن و متاسفانه جان مبارزه رو گرفتن. و امروز که دوباره حرکت شروع شده، من میخوام خواهش کنم، استدعا کنم از اپوزیسیون ها، از این رسانه ها، که اگر به فکر آزادی ملت هستیم ما باید مبارزاتی عمل کنیم. ما نمیتونیم فقط تحلیلگر باشیم، ما نمیتونیم فقط گزارش خبر بدیم، به درد نمیخوره. باید به، چون رژیم اجازه تشکیلات نمیده در داخل کشور، سرکوب میکنه، تنها راهی که وجود داره از طریق این رسانه ها و سوشیال مدیا کار سازماندهی و کار فراخوان ها انجام بده، که نرسیم به اینجایی که الان رسیدیم. ما باید واقعا شرم کنیم که اصفهان امروز کلش در جنگ و مبارزه بوده، یک شهری دیگه تکون نخورد، 4 نفر بلند نشدن شعار بدن. خب این ننگ ماست، این نشینیم بگیم صدا و سیمای ما ننگ ما، خودمون هم ننگ خودمونیم، اینم ننگه. امون اصفهانی نشسته داره میگه امروز که من رفتم کشته شدم، کتک خوردم، هزینه دادم، با این وحوش تو خونه های مردم هم میرفتن، شهرهای دیگه چیکار کردن، کلان شهر تهران چیکار کرد؟ ما باید با ذلت و با خفت بگیم آقا ما غلطی نکردیم، این ننگ ماست. گناه این بیعملی ما فقط رژیم نیست، رژیم در داخل کشور. آقای اون خانم ها، من تشکیلاتی هستم، من دبیر کل دموکراتیک ایران هم دیگه نمیتونم اینجا قسم براتون بخورم که به محض اینکه میبینه یک نیروی جدید با ما بس شد میریزن تو سرش، پدرشو در میارن. دیشب، حالا بخوام تو جزئیات، دیشب ما از منزل دوستی که اونجا با شما مصاحبه کردیم، بعد از مصاحبه و یه جلسه راه افتادیم به سمت خونمون با دوست عزیزمون یاسمین، مهندس یاسمین حنیفه بود. به محضی که رسیدیم پایین، به من ایشون گفتش که فلانی مثل که کسی وایساده اینجا، من توجهی نکردم. اومدیم تو راه، میبینیم شاسی بلند وایساده، میگه این چرا اینجوری داره به من نگاه میکنه؟ خانم حنیفه هم رانندگی میکرد. من نگاه کردم گفتم گویا خانمی هم کنارشه، من نمیدونم شد تو چرا اینقدر حساسی. بعد ما دیدیم این اصلا داره هی میاد طرف ما. وقتی که این بانوی محترم منو رسون برگشت خونه در نیمه شب،
بعد تماس کرد که آقا این شاستی بلند سر کوچه شما تا در خونه پدر منو در آورد، میخواست منو بزنه به دیوار، این اطلاعاتی کسی. بعد امروز هم کارهایی کردن. خب چرا؟ برای اینکه ما دو نفر که با هم باشیم، پنج نفر که با هم باشیم، رژیم این گونه برخورد میکنه. خانم ها و آقایون، نمیذاره سازماندهی کنیم، نمیذاره با هم متشکل بشیم. ما باید این حرفا اونم بیایم اینجا بزنیم. شما که رسانه دارید، شما که حزب دارید، شما که ثروت دارید، شما که فالوور دارید، چرا بله چرا صداتون در نمیاد؟ اگر امروز یه اعتبار آبروتون برمیخوری، اعتبار آبرو میخوای چیکار کنی؟ به چه در امدای جرز دیوار میخوره؟ خیلی صریح گفتم، خیلی شفاف گفتم، من برای اینکه واقعا از بابت خودمون ناراحتم، برای اینکه مردم اصفهان امروز این گونه، اصلا من باورم نمیشد چنین چیزی امروز اتفاق بیفته. میدونستیم که اتفاق میفته، ولی نه در این حجم و اندازه که یک ملت بلند بشن. اون توی اون زاینده رود اونجوری با موتور اونا حرکت میکردن، این دخترها، این پسرها، این بانوان میانسال وای میسادن و میگفتن نترسید نترسید ما با هم هستیم. خجالت باید بکشیم. چه اپوزیسیونی هستیم، چه رسانه هستیم که به داد ملت نمیرسیم در چنین شرایطی؟ باید الان احساس مسئولیت کنیم، وگرنه فردا مردم اصفهان و چهارمحال و بختیاری و خوزستان و کردستان و لرستان یقه ما رو میگیرن. که زمانی که ما توی میدون جنگ بودیم، داشتیم کتک خوردیم، زیر موتورها میرفتیم، توی خونه هامون میرفتن، شما چی کار میکردید؟ بگیم هیچ. بله بسیار سپاسگزارم. یک برداشتی هم از این گفتگو بکنیم. جمعه های اعتراض، من فکر میکنم این یک سرخط بسیار خوبی است برای مبارزه. هموطنانمون به امور زندگیشون بتونن برسن، اما جمعه های اعتراض رو در سراسر کشور در شهرهای مختلف تقویت کنیم، هماهنگ بکنیم. تبریز، آذربایجان به طور کلی، شرقی و غربی، عرضم به حضورتون، کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان مرکزی، جمعه های اعتراض رو از یاد نبرید. جمعه ها 9 صبح وعده دیدار با نمایندگان رژیم در فضای باز. سپاسگزارم جناب آقای حشمت تبرزدی. تا دیدار دیگر با شما بدرود میگم. ممنونم از شما.